من خونه ی تو خونه ی تو خونه ی من بار من رو شونه ی تو بار تو رو شونه ی من داش آبروم تو عروسی دختر خالم میرفته. خوب شد عوضش کردی. ولی واسهش کفش ندارم. فردا میای. بازم باباته؟ خوش خودشو. حوصله جر و بحث ندارم نقمه. خود دانی. عروسی که میاد. حالا تو کفشتو بخر عزیزم. مسخره میکنی؟ فهمیدی؟ خدافظ. الو بابا. تو معلومه کجایی؟ بابا من دمه دارم، دارم دنبال ریموت میگردم. چرا جواب تلفنمو نمیدی؟ به خدا با نغمه کتابخونه بودیم. کتابخونه هم که نمیشه موبایل برد. بیا بالا، چه خوبی یاد نداری. الو. سلام داداش. سلام عاطفه جان. خوبی؟ قربونت. به موقع اومدی، شام حاضره؟ نه من گشنم نیست، کارهای دانشگاه مونده. امیر. بله. نصرالله امشب اینجاست. خب. این امشب به خاطر من با بابا جر و بحث نکن، سر به سرش نذار. دور هم خوش بگذرونیم دیگه. باشه؟ باش. قول. قول دیگه. بذار اینجا. ببین آقای عدالله، داری میری اون درم ببند، دست در نکنه. بعدش نغمه جون من اومدم خونه، اینه بچه های مظلوم، دوشم هم آفیسون بود دیگه. اینطوری خدا رو شکر هیچ کس نفهمید. پس عروسی میای؟ ببین نمیدونم، حالا پس ببینیم چی میشه دیگه. خب یاسمینا یاسی بیا مادر. نه یه دقیقه گوشی دسته. بله مامان. بیا مادر این کتابایی رو که سفارش دادی برات الان آوردن. کتاب؟ من کتاب سفارش ندادم، اونم الان. مگه ما غیر از تو دانشجوی دیگه ای تو این خونه داریم؟ بس که خرت و پرت میخری حواست نیست تا
اینا دیگه اسم تو روش نوشته شده. خیلی خوب مامان، دارم با تلفن حرف میزنم، بده یدالله بیاره. با یدالله کار داره، بوده بیا پایین بگیر دیگه، دستم خسته شد. بابا اومدم. بگیرش. دختر بچه ها همه ماهاشون رو میباختن، اما تو یه نفر رو سری سرت میکردی. یه بار بهت گفتم پری تو چرا ماهاتو نمیگفتی؟ آره آره قهر کردی، یه هفته با هم حرف نزدی. نه بذار مردم هر چی میخوام بگم بگم، دلم خوشه حداقل تو هستی. قبل از باز کردن بسته به همه چیز خوب فکر کنید. تازه دسته در نکنه آبا. خواهش میکنم. بیده مامان بفرم. مامان شما روشو جان عزیزم، همینجور درس و دانشگاه شفا بر تمومه. آره پایان نامه از آخرش. بعدش چی؟ بعد چی؟ بعدش برنامه چیه؟ یعنی عکاسی و همین حرفا که. آره دیگه پول و پلهی هم توش هست یه جورایی. آقا نصرالله بالاخره بلیط ما میبره دیگه، یه روزی هم تو کوچه ما عروسی میشه. چی کار میکنی مهم نیست، بستگی به جربوزه خود آدم داره. مگه نه آقا نصرالله؟ امیر تعدیق بخور. دست در نکن. عرضه داشته باشی بردی، نداشته باشی کفش پات هم امونت مردمه. بعدش مجبوری هی بشینی لقمه های بچه هاتو بشموری. با من خانم، با منه به در سگ، حرفا رو داره به من میزنه، فهمیدی؟ شما ببخشید آقا جون، بخشش هم بزرگتر هست. شما چه میدونی؟ چه عکسی؟ چه کشکی؟ این دیواره، اونم دیوارهای توی خونه، دریغ از یه دونه عکس. بفرما، اینم عاقبتش. با نگو، خدا نکنه. بگو صبح تا غروب خاک تو حلقت میکنی واسه کی آخه؟ من چی کم گذاشتم که باید خفت بکشم؟ یه لقمه حساب میتونی بخور. بفرما ککشم من ایش خانومه. اون وقت که پست و مقام میدادن وام میدادن عارف شده بودی رد میکردی. تو آینده منو بخشیدی، زندگی منو بخشیدی. حق خودم رو بخشیدم. اونجایی که من رفتم به خاطر پست و مقام و وام نبود، به خاطر این بود که تو اون دوربین لعنتی رو بندازی کوله تو بری دانشگاه. حالا اگه عرضه داری لیاقت داری خودت حق تو بگیر. Thank you.
خوب شد زنگ زدی. اینقدر خوشگل چرا گریه میکنی؟ تو اتاق خوراب دور میکنه. چی شده؟ میگم یه بیشرفی تو اتاق خوراب دور میگذاشته. یعنی چی؟ کدوم فروشگاه؟ نمیدونم. از صبح صد تا فروشگاه رفتی. اسمس از چه شماره یه؟ نمیوبده. شمارش نمیوبده. وای نغمه بدبخ شدم. ببین فقط من هر جا که بودم لباسم وای خدا بابا وای نغمه بابا چی کار کنم؟ تو رو خدا تو یه چیزی بگو. من دارم میمونم. یه دقیقه آروم باش بذار فکر کنم. بله بابا. یاد گرفتی؟ چیو؟ اینو. تربیت هم خوب چیزیه. سلام. یاسی دخترم چرا اول صبح شکم خالی قرص میخوری؟ چیزی نیست، تو شب نخوابیدم، یکم سرم درد. نخور دختر گلم، از گرسنگیه. تو که دیشب شام درست حسابی نخوردی. بیا اینجا یه لقمه برات بگیرم. من امشب دیر میام. باشه. کاری داشتی تماس بگیر. شاهین کجایی؟ هستی؟ چیه باز؟ خرابی؟ وستگی داره واسه رفقا. نه بیا با آینه سر و ته بالا پایین چپ و راست سه ساعته تموم شد. مالی نبود، یعنی میدونی کل صدا کن نبود. صد بار بهت گفتم تو کتاب ننویس. آخه بابا جان من این کار از قحطه گرفتاری شدیم از دست تو. دیشب فقان صورت سنگی بزرگ از خونتون بلند بود، گرد و خاک کرده بودی. آره بابا اعصاب مفت داریم، بعضی شبا خیرات میکنیم. در ضمن شبه شما از روی پشتبون هویدا بود.
عشق افلاطونی هست خودشه نه؟ آره بابا بابا نیم راخت بیه ماشینش کروکه ها نمیدونم چرا ویرون نمیشم نمیدونم چرا ایرون نمیشم وقتی لیلی میشکنه ظرف منو نمیدونم چرا مجنون نمیشم هم شاگردی سلام چی شدی؟ بیا 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 شاهین بیا 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 یه ذره هوا بخور بیا مامان سویچ ماشین من کو؟ بابا در دیشب یکم عصبانی بود با خودش برد ای بابا من امروز هزار تا کار دارم میگم امشب خیلی دیر میای نه؟ معلوم نیست چطور؟ هیچی همینطوری احساس بکنم مامان این روزا خیلی تنهاست پس دختر برای چی بزرگ کردن؟ به جای فضولی و سر به هوایی بهش برس ولی هیچ کس نمیتونه جای شما رو بگیره مگه اینکه چی؟ حرفتو بزن هیچی بابا میشه سویچ ماشینمو بهم بدین؟ من امروز واقعا ماشینو لازم دارم. لطفا. تو میدونی من چی لازم دارم؟ یه دختر عاقل و حرف گوش کن که وقتی بهش میگن قبل از غروب خونه باش زبون بفهمه. وقتی به تلفنش زنگ میزنن جواب بده. این ماشین مال اون دختره. اگه پیداش کردی خبرم کن. جایی خواستی بری تماس بگیر یه دلار رو بفرستم ببرتت. ایمیل خود رو چک کرده و با ما آینده رو تجربه کنیم یدوله رفته بیرون زود بر میگرده بعد میتونی باش هر جا که خواستی بری پدرت خیر و صلاح تو میخواد یون با عزت و آبرو زندگی کرده حق داره از حرف حدیث مردم بترسه چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بلنشو باشو صورت تو بشور اینو چرا انداختی؟ دست از سرم بردار! از اتاقمم برو بیرون! برو بیرون! پدرت سویچ رو داده دست من میذارمش رو میز میگم شانست زده طرف جامون شرایطه خر نشی دل بدی به کار عشق عاشقی ما نمیفته ها بابا جان اصلا طرف محل نمیده اونم را داره یه عروسک خری، میمونی، گاوی، شغالی، پلنگی، چیزی براش بخره یا از این شما که دورش نخ گونی بستن حل دیگه نه بابا از اوناش نیست، آدم حسابیه آفا بگو کار تموم ما بیخبریم هوادارشی، اونم با موج مکزیکی حالا هرچی، بعد از این زندگی مورچه روزی خلاص شیم برمونکرش لعنت، بشمار، 1، 2، 3 و تمام، چقدر شد؟ مرسی 3 دقیقه و 45 ثانیه اوه دیرم شد باز رکورد زدی نابقه حیف اون مخ فدای تارموت نه شعبده بود نه چشمندی وقتشه چراغ این مجلس رو روشن کنی مرد و مردونه دستتو تو جیبت کن و هرچی کرمتو بریز بیرون بیخیال شاهین بازم مستجره اجاره ای ماو نداشته بده منم نگرفتم ازش جون همین 6 تا بدهکارم
امروز برم لنگم میذارم. شاهین بیا رضایت بده و بذار کنار. ای جان تو این عادت و جبر تو واسه من شده مرگ. ضرب و تقسیمش هم کنی جز خرابی چیزی تو کت ما نمیره. بی خیال سر تو سلامت. اگه یه روز شاهین اینقدر شر و ور به هم نبا. چیزی نگفتم که ای چیزی گفتم به جانت به اف که دیرمه. بیا چهارت وسطه بیا. شیشتا چه کوفتی میزنیم اگه تو ببین منو دیگه تو کتاب نمی نویسم. یاسی خوبی؟ گوشی رو بردار منم نغمه. چی میگی نغمه؟ چی شد دختر؟ من دارم دیوونه میشم. چی کار کنم؟ خب با اسمس ازش میپرسیدی چی میخواد؟ نمیشه. من نزدیک خونتونم بیا بیرون. من اصلا حوصله رانندگی ندارم. یاسی من ماشین بابامو گرفتم بریم یه دور بزنیم ببینیم چی کار باید کرد. حالا هواتم عوض میشه. واسه من شده یه چرای گنده. تو از هر نظر بهتری. چرا از تو عکس نگرفته؟ نمیدونم. تو که منو بهتر از هر کسی میشناسی. من باور نمیکنم. تو با اون همدستی. تو منو انداختی تو این درد سر. بیشتر مراقب باشین. اگه اومدین واسه اون نشانتونه کوچولو تشکر کنین قابل شما رو نداره. آخه تو چی از جون من میخوای؟ پس فطرت ما اینجور هدیه ها رو تنها به مشتری های خاصمون تقدیم میکنیم. تو کی هستی عوضی؟ کجایی؟ ورزش میکنم. شما اهل ورزش نیستین؟ باعث میشه لباس تو تنتون خودشو بهتر نشون بده. داشتم فکر میکردم عکسای شما با اون لباسای بی‌نظیر چقدر هنرمندانه است. یه شب چه شهرتی به هم می‌زنید. جرأتشو نداری. جرأت نمی‌خواد. حتما توجه کردین سر در متروها جلوی سینماها اینجوریه دیگه. خدا بدبختم نکن. اتفاقا من معتقدم سرنوشت همه ما دست خودمونه. مثلا شما اون فضای سبز و سر چهار راه میبینین، اگه تا چند لحظه دیگه اونجا نباشین ممکنه سرنوشت شما به کل سیرتون بشه. چی فکر کردی؟ پلیس پدرتو در میاره. فعلا بهتره بدوید. یکم ورزش ضرری نداره. حالا بهتر شد. فقط هر خیالی که داری بدون که من تنها نیومدم. البته که اومدی ولی تلاش خوبی بود. دست راست شما یه نیمکته، زیرش یه وسیع بزرگ روزنامه است. برش داری لطفا. آخه مگه تو انصاف نداری؟ خیلی با من بازی نکن. اتفاقا چرا؟ اون پسر بچه دست فروش رو میبینی داره میاد سمت شما صبح تا شب واسه شندر غاز سر همین چهارا کاسبی میکنه. خب که چی؟ این روزنامه ها مال اون پسر بچه هست. شما به کرم خودتون همه روزنامه ها رو ازش بخریم. گناه داره تفلک. الان لطفا مگه شما انصاف سرتون نمیشه؟ خب تبریک میگم شما موفق شدی. بازی تموم شد؟ ببین بچه اون بچه ناشنواست. کلی از این بچه ها هستن که باید در خشکشون کنم. خب کار خیر همینه دیگه. خیلی خوب آقای خیر. حالا میخوای مثل آدم خودتو نشون بدی یا نه؟ با کمال میل. فقط تا من یه قهوه میخورم شما یه لطفی بکنین
اون خبر صفحه دوم روزنامه رو برام بخونین. میخواستم بفهمی با کی طرفی بچه. من با 100 تا مثل تو سر کله زدم. میدونی اگه اینا واقعی بود، اگه اون دوستای کوچولوی من یکی از این روزنامه ها رو به اون بابای بورسازت میدادن چی میشد؟ چیکار میخواستی بکنی عوضی؟ بسته دیگه، تو رو خدا بسته. دیگه دست از با خطا نمی کنی. روشنه؟ روشن. هم صحبتی با شما افتخار بزرگی بود. فقط امیدوارم از کلاستون جا نمونده باشین. سلام شبنم، خوبی؟ عکسات فوق‌العاده است، حرف نداره. قربونت ممنون، مرسی. استاد کجاست؟ کجای کاری؟ استاد رفت. امیر جونه چند تا سال درباره عکسات داشتم. بزنم میدونی کجا رفت؟ رفت کتابخونه. من برم یه لحظه کتابخونه، زود برمیگردم. به استادم گفتم عکسات حرف نداره. سلام استاد. سلام به آقای کریمی. چه خبر؟ مخلصی. نکنه اومدی واسه ما زری بزنی؟ نه استاد، من خیلی وقت اینجا بیرون بودم. چه بچا دروغ نگو، دیدم اومدی. شرمندم استاد، به خودم این روزا خیلی گرفتارم. به هر حال رده. چی استاد؟ عکس پایان نامه‌ات رده. خب نگین تو رو خدا، چی کار کنم آخه؟ برای چی؟ قرارمون چی بود؟ خوب نگاه کن، قرار بود رفتارای اجتماعی مردم رو ثبت کنی. رفتی اونا رو از دور دید زدی، اونم با شیطنت. استاد این خودش چجور خلاقیته؟ این عزیزم مزاحمته، هر کاری یه اخلاقی داره. استاد دیگه خیلی داری سخت میگیری. سخت میگیرم چون کارت خیلی خوبه، ولی با این طرز تفکر که تو داری ترسم نرسی به کعبه کریمی. حالا چی کار کنم استاد؟ این گوشی رو تازه خریدم، عکسای خوبی هم میگیره. یعنی گابش بنداز. باش این همون حالیه که اگه این بندگونه خودم عکساشون رو ببینن بهشون دست میده. عجب دنیای بدی شده استاد. امیر. بله. امیر خبر داره مسابقه عکاسیه؟ نه خبر ندارم. نهاش موضوعشون شهرساز و تمدن. جایزش 5 تا سکه است. سکه ها به من و شما نمیرسه. میگن یه دو تای کار کنیم، جایزش هم نصف نصف. نه گرفتارم. خب بخوای من عکس بگیرم اسم جفتمون رو بزنم؟ نه اصلا حرفش نیست. خب بخوای تو عکس بگیر. اینو بده من. روش بکن. سلام بچه ها. سلام. میدونستی مسابقه عکاسیه؟ دیدن؟ آره بابا. کی؟ نه خیر نمیدونستی. آه 5 تا سکه اینها، تمام بهار آزادی جایزه شه. مزاحمتون نباشیم یه موقع. نه مهم نیست. گفتم اگه دلتون بخواد میتونیم تو این پروژه با هم دیگه همکاری کنیم. من که موافقم. موضوعش چیه؟ نقمه. من که فلان حالم از هر چی عکس به هم میخوره، ببخشید. راستی کتاب با راستی خوندی؟ آره. تا صفحه 5 شد. قرار وقت تمام کرد بده منم بخونم. این دیگه چیه؟ یه هدیه ناقابله. گفتم شاید دلتون نخواد بعضی چیزا رو خانوادتون ببینید. برای خوندن اون کتابم زیاد عجله نکنید. من فعلا بهش نیاز ندارم. الو. سلام علیکم. الو تو هم هی جفا بیا وسط حرف من. جلوی دانشگاهتون منتظرم. باشه باشه. باشه اومدم. خدافظ. باریکلا ماشین از کجا خریدی؟ نه با مال صاحبکارمه، گرفتم با هم بریم یه دوری بزنیم. چیه عاشق دلباخته؟ تو هنوز تو کف اون دختری؟ من نمیدونم دختری چی داره که اینقدر آخر مگسه باریکلا. خیلی ممنون. حالا سوار شو. ساکتی؟ تعریف کن زبونت کرایه میخوا؟
میگم بریم شاهینم برده. من چه بدی به تو کردم آخه؟ داداشته. همه ی جد و آباد من یه بابا بود که دق کرد و رفت. میخواد بذاره کنه. توبش فقط مرگه. امروز ترک میکرد، فردا میرفت پیره مرد و میچز اون پول دوتا دود نشگی ازش بچکه. حرفای خودشه، یادت نیست؟ دستشه. تقاستشو داده. بابا جان هنوز فکر میکنه رفتن مادرتون تقصیر اونه. نبود. مامان خودش طلاق خواست. حالا هرچی. برگر رویا. بی خیال گذشته. کجا؟ تو اون خونه با اون حال و روزش؟ تو اینو میخوای؟ برش دار. بازم زحمت رسوندنش با تو. بده کوفت کنه. خیراتون پیرمرد که دستش از خاک بیرون نمونه. باش بهش میدم. ای کاش به بابام قول نداده بودم. قول دادم و عمل کردم. اون خونه خیلی وقت از رهن بانک در اومده. حالا با اینا چی کار کنیم؟ ما که کاری نکردیم. بعدم من تو این خواهر برادرم از کاری نداره. فکر نمی کنم کار اون باشه، ولی بعیدم نیست شاید کار خودش باشه. همه جا دنبالم. من خودم نفهمیده بودم جریمه شدم. اون حتی میدونه بابای من چجوریه. میدونه که نمیتونم برگ جریمه ماشینم رو به بابام نشون بدم. میدونه که باید براشون بچه مثبت باشه، ولی من نمیتونم چشامو ببندم و هیچی نگم. نقمه چی میخوای بهشون بگی؟ نمیگن ننه باباتون کجا؟ خدا سستم نکنم. چه کاری بود کردی؟ بفرمایید. کار دست خدا. کار دست خدا. بیا بریم. بیا بریم. خدا بفرمایید. خدا بفرمایید. خدا بفرمایید. خدا بفرمایید. خدا خانم بفرمایید. من؟ بله بفرمایید. ببخشید. الان. بله. الو. یعنی من اختیار این یه وجب تاخچرم تو این خونه ندارم. تو هی هر روز اینه به من بگو، منم هی هر روز اینه بهت جواب بدم. امیر کجاست؟ بالا پشتبون. بالا پشتبون چی کار میکنه؟ من نمیفهمم این یه وجب پشتبون حاجت میده که این بچه صبح و شبون بالا پلاسه؟ سر شب شامشو دادم، گفتم یه لقمه نون راحت از گلوت بره خانم. خانم اگر امیر بیفته گله این پسر شاهین، شب و روز من و تو و از زاریات ها نگی نگفتیم. دور از جونش. شاهین که پدر نداره، کاری هم به کار کسی نداره. اونم که زار زندگیشو برده بالا پشته بود. خودت خواستی، یادت نیست؟ گفتی عکس برات نون و آب نمیشه. تو دلت دریاست به خدا، اما من هنوز هوار هوار مرحوم مجتبی تو گوشمه. چی میکشید از دست این جوان و این زندگی؟ از کجا معلوم امیر اونو عوض نکنه؟ ها؟ شد غلامی که آب جوارت، آب جو آمد و غلام ببرد.
تازه تنوره؟ داغ داغ امروز گرفتم. فقط نمیدونم چرا تو عکسا یه جوریه پکره به هم ریخته. عشقای کور نمیخوام، چیزی با زور نمیخوام، وقتی نزدیک نمیشی تو رو از دور نمیخوام. عشقای کور نمیخوام، چیزی ها خانوم اینقدر نگران نباش. آره من با دکتر صحبت کردم، اونم امیدواره این قرصای جدید حتیانه همه جمعه. من تا روز که زنده هستم با تو هستم، میشاره حالت بروشه. الان میدونی چه آدم ها دو دستن، دسته اول، دسته دوم. دومی ها همیشه دنبال درد سر میگردن. منظور تو جز دومی هاشی. از کار امروزت اصلا خوشم نیمد، گلگی و شکایت و پلیس. تو از کجا میتونی؟ خدمات پس از فروشه دیگه. در ذهن یکی هست که خیلی دوست داره از همه کارا سر در بیاره. پس باید دیده باشه که من نرفتم تو. این دفعه فقط از اینا تو بردی بالا. چقدر میخوای که تسلسلم برداری هون؟ هر چقدر که نتونی بدی. 50 میلیون، 100 میلیون. کاتون زدی بدبخت. من هیچی ندارم به تو بدم، هیچی. دیگه شکست نفسی میکنی. اگه جرأت داری خودتو نشون بده. البته هم دستت که خیلی تا هنوز منو نشناختی. من جزء گروه اولم، اونایی که درد سر میسازن. فردا فردا میام سراغت. تو حتی از اینکه شماره بیفته رو تلفن من میترسی. اون من میخوای ببین چه شاد بودیم. آره یادش بخیر، عروسک رویا رو خودم ساختم. انقدر دلم میخواست دوباره این عکس سه نفری و همینجا رو همین پشتمون تکرارش کنم. بعدش به قیامت داداشی خوشی ها. امروز رویا اومده بود. پس بگو چرا سفره دلت پهنه. بیا چایی بخور. بیا چایی. بر میگرده خودت بهش پس بده. به من چه؟ برشدار بابا. نمیشنوی چی میگم دیگه. بردار بهش پس بده، به من ربطی نداره. من مزغون بزنم 100 تا اینو کاسبم. تازه اجاره خونم هست. اگه این شندل قازو میرسونه خرج خواب راحت و روح پرفروغ باباشه. غلطه. خب که چی؟ بابا جان اونم حق داره، 1000 جور زحمت میکشه تا پول وام خونه رو جور کنه. بعد تو چیکار میکنی مثلا؟ باشه بابا، تو حق داری، اون حق داره، منم که این وسط مساوی کردم. گیر نده شاهین. بیا چایی تو بخور. نبینم قوزه 90 درجه شده باشی یا ای چیزی میگی شاهین بابا. اینا آهنگ جدیدی که ساختم بخونی. جون امیر. عشقت عشقت با من با من هر جا هر جا هر دم هر دم وقتی وقتی نیستی نیستی سوزم سوزم سردم شدیمون خوابی.
امیر اومده بودم حالتو بپرسم، ولی مثل این که بودن با رفیقای نارفیق بیشتر بهت میچسبه. گذاشته بودی شب اونجا پیشت بمونم الان خیالم راحت تر بود. پس چرا داری این حرف رو میزنی؟ من چجوری میتونم بخوام وقتی که تو اون وضعیت هست؟ باشه باشه، بچه‌ها توجه داشته باشید، ارتباط کادر با مفهومی که میخواید القا بکنید باید حتما مطابقت داشته باشه. پس مبحثی که امروز در مورد لنزها و کاربردشون براتون گفتم رو حتما به خاطر داشته باشید تا عکسای خوبی ازتون ببینم در کلاس بعدی، مثل عکس خانم احمدی. منتظرتم تا 5 دقیقه دیگه خودتو برسونی. آقای کریمی با شما هستم، امیدوارم که موفق باشید و مبحث ما دیگه تمومه. مرخصی، خداحافظ. نغمه تو رو خدا برام دعا کن. یاسین کاش میذاشتی منم باهات بیام. سلام، ببخشید من یکم. ببخشید من اصلا وقت ندارم. خدا سلام علیکم. راستی از اون مسابقه عکاسی چه خبر؟ میشه بعدم اما حافظه. زرگری بود رو انداختی همکار. حالا درستت میکنم، به زودی گم شو برو. شرمنده کردی، درستش میکنم بودم. امیر آقا دست در نکن، امیرم خودم چیزی نیست. داره آخه
بازی ها چیه که در میاری؟ الان میرسیم دکتر. نمیخواد، چیز مهمی نیست. برای شما مهم است، برای من خیلی مهمه. نه گفتم که چیزی نشده. چرا میذاری آخه این عوضی با شما اینطوری برخورد کنه؟ دیگه چرا انقدر به حیثیت من بازی میکنی؟ چه کاریه؟ این عوضی کیه؟ تو که بهتر میدونی، هم دست خودته. من اصلا نمیفهمم دارین چی میگین. تو رو خدا یه ذره واضح تر حرف بزنی. هم دست یعنی چی؟ تو رو خدا فقط دست از سرم بردار. من نباید بدونم کی کار کردم. من نباید. تو پایین انقدر بازی در نیار. کردم تو به من پیله کردی و اون به نقمه. نقمه؟ دروغم چیه؟ خب پس تو چرا خودتو قاطی کردی؟ خب دوست صمیمیمه، من قول دادم کمکش کنم. ولی اون اصلا امروز نگران به نظر نمی اومد. مدلشه، میدونی قیافش یه جوریه انگار خوشبخت‌ترین آدم روی زمینه. به پلیس گفتین؟ شاید این یارو با خیلی های دیگه این کارو کرده باشه. بابا یارو دیوونه است، اگه بفهمه همه عکس و فیلم‌ها رو پخش می‌کنه. پای آبروی خودش و خانواده‌اش وسطه، می‌فهمی؟ آره. خوبم می‌فهمم. نشونیشو بده. چی؟ نه فکرشم نکن. بالاخره که پیداش میکنه. تو دیگه خرابترش نکن. بابا یارو دیوونه است، یه نگاه به خودت بکن. اصلا مشکل نقمه است، به تو ربطی نداره که. خیالت راحت، مشکلی پیش نمیاد. قول شرف میدم اگه پس گرفتم نگاهشو نکنم. خوبه؟ حالا بگو نشونیش کجاست. برف مدرسه دیدی که پسر خوبیه؟ میخوای مال خودت کنیش؟ نه خواهی، یه دقیقه به من گوش کن. چرا من؟ به خدا، ولش از دهنم پرید. فکر نمیکردم اینطوری بشه. نه خیلی، تو فقط میخوای منو خراب کنی. آخه واسه چی باید تو رو خرابت کنم؟ وقتی فهمیدی به من علاقه داره، زهر تو ریختی. علاقه کدومه؟ این چرت و پرت چی داری میگی؟ چرت و پرت میگم؟ پس بگو الان به خاطر کی داره خودشو به خطر میندازه؟ ده بگو. یاسی خانم، تاوان کار تو یه روز پس میدی. حالا میبینی. کشیدی تا اینجا این چرت دیوونه از ناکس دندونای جنس رو شمارده. 50 میلیون میترسم نخوای. این قصه مهرز مسئله داره، از ما گفتن. پروندهش به تو نمیخوره. اونم چی؟ رفیق دختره. برو بابا. که واسه این حرفا دیره، یک آشی براش بختم. رفیق من دل شکسته ی عزیز، ریخته دختر. اوه چرا کلیدی؟ نمیدونم. اینا همشون اینه همن. از هر کدومشون بپرسی همینو میگن. خوب باشه، بهتر باشه، قدش کمتر از 160 نباشه، سوء سابقه نداشته باشه، سوء نیت نداشته باشه، سوء تغذیه نداشته باشه، سوء چشم نداشته باشه، هیچ سوئی نداشته باشه. خرجی بده، خرجی نخواد. بله، مگه دختر چی میخواد؟ یه زبون خوش. اون مزغونه بده من. بشکم بزن. بشکم بزن. جون امیر. دخترها به فانه دارن ویلا، قول میدن و غلط میذارن ویلا. دخترها به فانه دارن ویلا. قول میدن و خوشنگی ولش. پاشو بریم. کجا؟ پاشو بریم بهت میگم. کجا؟ آتیشش تونده. به اجبار به دوستم خیانت کردم. خیلی که اذیتش نمی کنی. نه، خوب کردی خبر دادی. دیگه دست از سرم بر می داری؟ بهت گفته بودم یه کاری کن، پسر ازش فاصله بگیره. ذهن پسر رو نسبت بهش خراب کن. الان وقتشه. باشه، سعیمو می کنم. بردار. به خودم هم منظوری نداشتم.
خودم فردا همه چی برای امیر تعریف میکنم. خوبه؟ او من چه میدونستم تو میخوای بهش خدا بگم چی کارت کنه. مراره شده چیه واسه پیزخوری یادم افتادی؟ آفره چقدی میخوای؟ هیچی توپه توپه ایشون صاحب کاره. سلام علیکم. درو باز کن. درو باز کن. درو باز کن. تو غلط کردی. تو تا این وقت شب با لحنت کتابخونه بودی؟ دیوانه. تو کی میخوای حال این بشه که یه سو سر از من و مادرت تو دنیا کسی برای تو پیدا نمیشه؟ بابا به خدا داشتم میمدم خونه. صد سال سیاه. هر چی بهش میگی انگار نه انگار. این بچه اصلا یک سر سوزن احساس مسئولیت سرش نمیشه. چه کار کرده طفل معصوم؟ آخه خانم الان وقت اومدنه. جوونه اینقدر نزن تو زوق. عزم اون پسره رو لیلی به لالاش گذاشتی رفت اونور دنیا موندگار شد. حداقل این دختره رو لوسش نکن. باشه خودم باش حرف میزنم. حالا گلگاف زبون میخوری برات بیارم؟ با هم یه گلگاف زبون. عزم اون بیرون پر گرگه. گرگ قبول ولی با داد و بیدادم که نمیشه جوون بزرگ کرد. میشه؟ چه کار باید میکردم که نکردم؟ ها؟ طول دختره عاشق پدراشونن. پدرها باید بیشتر با دختراشون صحبت کنن. صحبت از چی؟ از خیلی چیزا. من تو سن و سال اون پدر نداشتم. میدونم درد بزرگیه. پدر قوت قلب دختره. باشه ولی اینقدر لیلی به لالاش نذار. چشم برمیگردی؟ معلوم نیست. تو که میدونی اونور چه خبره. نگران نباش. خداحافظ. به سلامت. به اضافه 37 12-47 متاسفانه اشتباه است. سوال بعدی پسر سوم کیخسرو. ایرج سیاوش. نه تو که واسه تو تک مادم ردی حالو نه تو رفت. ردیفی وقتشه ها توپ چشای چراغ مطالعه منور. ببین آمارت غلط در بیاد زندگیمون مثل بادبادک رو حواسا. توجه شما رو به یک موزیک زیبا جلب میکنه. برو هستمت. باشه پس من میرم یه سرگوشی آب میدم برمیگردم. شده؟ یاسمینا چی؟ یاسمینا بهت دروغ گفته. عکسا مال من نیست، مال خودشه. و اینک تیر خلاص. بودم کدوم عکس تو بهش کادو بدم. امیر بود دیگه اسمش. نه همین دور و براست. امیر امشه زیادی عجوله. قبول دارم. ببینم اگه قرار باشه 50%
له بشه. تو کدوم قسمتشو ترجیح میدی؟ باش کاری نداشته باش، همش تقصیر منه. میدونم، برای همین میخوام یه درس حسابی بهت بدم. ببین، به وقت باش صحبت کنم، از باز خواهش میمانم. بد فکری نیست. باشه، 10 دقیقه بهت وقت میدم، به شرطی که به کل از زندگیت بندازیش بیرون. چی؟ شنیدی چی گفتم؟ این عاشق پیشه بد جوری سیریشه. ولکن ماجرا نیست مگه اینکه ازت متنفر بشه. باید دروغ بگه. هم از تله جسته، هم پیش تو اسم بدنومی نداره. خالی نمنده شوالی مفت از کجا پیدا کنه؟ مستر دونکی شد. تا اینجوری نیست، خودم بهش پیله کردم نشونیشو بده. حالا میگی چی؟ بمونیم یا بریم؟ نمیدونم. آمار گرفتی چند نفر تو مغازه این یارو هن؟ نمیدونم. بعد چی میدونی؟ بابا اینا مثل جغد خوش شدن تو این تاریکی. بیا خودش یا یاسمین هست. الو الو. خب گفتم که پشیمون شدم. مشکل نغمه است، تو لازم نیست دخالت کنی. بازم دروغ. اون نغمه به من زنگ زد، میدونم یه عکس از توه. چرا راستش رو به من نمیگی یاسمینا؟ از این عکس ها چیه؟ مرد که عوضی از کی میشناسی؟ میخوای راستش رو بدونی؟ حالم از قیافت به هم میخوره، از اون جستای روشنفکری و عکسای مسخره بیزارم، از اون گیر دادن و دخالت کردن، از همه چی بدم میاد. خیال کردی من سوپرمن بازیات دل میبری؟ اصلا تو چرا تو همه چی دخالت میکنی؟ ازت متنفرم. ببین خوب گوشت رو واکن ببین چی میگه. اصلا تو نه در شأن منی، نه خانواده من. دنیا هم که به آخر برسه ها. الو الو. زدی تو خال، دختره گیرم رو آورده. همش سیاکاریه. چی؟ بهت میگم همش سیاهکاریه. بیرون مغازه دوربین داره، طرف ساختیاتو چوب زده. گرفتی؟ همش بازیه. حالا خود دانی. بگی نمیزنیم گاراش. جون شایمه، الان اصلا نمیدونم کی به کیه. گیجم الان. هر کاری میگم بهت بکن. دستشو خوندم، تنهاست که پارس میکنه، ولی فقط آمار تو رو داره. اگه سرزب خفتش کنیم بردیم. هستی؟ الو الو یاسمینا، یه دقیقه گوش کن. دوستت دارم یاسمینا، تو یه دقیقه گوش کن. یاسمینا گوش کن، من دوست دارم. فقط لب تر کن، خدا میکنم. زرشت نه چه یه شده مفلوک باشه اگر من بدونم که تو
بیا بیا کمک کنیم رو بیاریمش بالا. اینا بقیهش کجاست؟ بقیه چی بچه؟ جواب نمیدیم. اینجا خبری نیست. حالا تو رفت سر جاش مردی که نامرد. بقیه اینا کجاست؟ با تو هم حرف بزن. خیلی بچه کجا گذاشته اینا رو؟ شفا بده. بچه ها این بی شرف رو ورش داریم بیارین. میخوام ببینم این بی حیا دوربینا رو کجا کار گذاشته. دنباله چی میگردی بچه؟ ورش داریم بیارین. بریم بچه ها بریم. نکن بله. الو اگه نگفتم دیگه زنگ نزن. چی کار داری؟ ببین گوش کن، فردا ساعت 5 بیا همون قرار قبلیمون باشه؟ واسه چی؟ همشو پس گرفتم. الو الهی من قربونت. چجوری؟ چی کار کردی؟ بسر بذار یه خبر خوب بهت بدم. رویا خونه رو از توی رهن بانک در آورد. چی؟ هیچی بابا، هیچی. راه تو برو. امیر خوابی بی خیال اول سر راد یه دست گل بگیر بعد برو بیمارستان. کارت که اونجا تموم شد میری دانشگاه.
میخوام کاملا مواظبش باشی. کجا میره؟ با کی حرف میزنه؟ یدالله من غیر از تو کسی رو ندارم. جوونه. باید مواظبش باشی. میگم اگه یارو دوباره پیداش بشه چی؟ اگه کپی داشته باشه؟ نه بابا جون، اون الان از سایه خودش هم میترسه دیگه. من که باورم نمیشه همه چی تموم شده باشه. ببین راستی اون حرفا رو هنوز یه چیزایی مونده. مونده؟ دیگه چی مونده؟ اون روز که با اون پسر دیدمت اتفاقی نبود. دنبالت کرده بودم. با اون عکس و قبض جریمه می‌خواستم همینو بگم. تو دانشگاه موقع خرید هر جایی که میشد ازت عکس می‌گرفتم. حالا خودت خوب میدونی چرا من می‌خواستم. بس دیگه نمی‌خوام بشنوم. باید بشنوی. من به حرفای دیشبت خیلی فکر کردم. راست میگی. لابد آدم بدفیله‌ای بودم که هزار جور بهونه جور می‌کردم تا دو کلمه باهات حرف بزنم. من اصلا منظورم این نبود. آخه تو چه توقعی از من داری؟ من با همه تو دانشگاه همینطوریم. این همه آسه رفتم، آسه اومدم. دیدی که آخرشم چی شد؟ اون موقع نمیدونستم من و تو هیچ ربطی به هم دیگه نداریم. حرفای دیشبت کار منو راحت کرد. خلاص شدم. بیا. بیا اینم بسوزون. حالا دیگه همه چی تموم شد. واقعا. گفتی بیام اینجا؟ الان تفتک پیش خودش هزار جور فکر و خیال میکنه. این از جلوی دانشگاه، این هم از اینجا. دیگه مهم نیست. میخوای برم باش حرف بزنم؟ آشتیتون میدم آن؟ لازم نیست. هرچی بود گذشت رفت. کجا بریم؟ میدونم. بریم یه جایی از این حال هوا در بیم. میدونم کجا ببرم. سلام امیر، این روزا دیر میاد خونه زود میره، تو دوره برش میپلکی. یه باکیش هست؟ چشه؟ خبر ندارم. چرا از خودش نمیپرسین؟ بچه که نیست، خوب بدشو میشناسه. آره، پس این وسط تو چی کاره ای؟ شیپورچی یزیدی یا تبال امام حسین؟ هیچ کدومش، من فقط رفیقشم. آه، رفیقشی؟ پس رفاقت کن، تنهاش بذار. مطمئنی؟ از آخرین باری که تو این کوچه بودم انگار که هزار سال گذشته. خب کی میخوای برگردی؟ من دیگه هیچ وقت اینجا بر نمیگردم، خودت هم میدونی. باشه، به هر حال ممنون که اومدی. ببین باز شیطنتت گل کرد. خدافظ. به شاهین بگو خونه زیرپونزی رو به دست آوردم. به چی؟ زیرپونز نقشه تهران، خونه آرزوی من و شاهین تو بچگی. آها، خونه زیرپونز. باشه. خونه
چیزی شده؟ نه، دلم میخواست مثل زمان بچگیات وقتی تو خوابی تماشات کنم. مامو ساعت چنده؟ مامان چرا من امروز بیدار نکردین؟ من کلاس دارم. بابات گفته امروز باید بمونی خونه. چرا؟ که بفهمه از کی تاله با هم کلاسی ها توی پارک قرار میذاری. از کی تاله آبروی ما شده بازیچه دست تو؟ شما تعقیبم میکنی؟ چرا از من مخفیش کردی؟ چیو مخفی کردم؟ شما فکر میکنین من بچه‌ام؟ مطمئنی؟ چرا به من اعتماد نداریم؟ به دور و برت نگاه کن. تو هنوز عروسک میخری. ماما من امروز حتما با برم دانشگاه. منتظر میمونم که با هم صبحانه. ماما! بابا! بابا! کلاسیته کی؟ عکسشو دیده. بگو بتکن خودتو. باز با لودر بیام گود قلبتو خالی کنم؟ نشد، انگار با هم جور نبودیم. باباش کیه؟ چی کاره هست؟ باباش برستازه، مهندس رحیمی. اومدم. گفتی رحیمی؟ مهندس عباس رحیمی؟ بله آقا جون، بله. میشناسمش، آدم آبرودار و کار درستیه. دو سه نوبت براش پی کندم. حاجی نریا. اومدم چایی تو بخور تا من برگردم. استارت بزن. نه حالا بزن. سلامت. میبینی این همه ساختمون و برج و پل و تونل تو این شهر ساخته میشه، علف نیست که یه دفعه سبز شه. هزار تا آدم مثل من تو این گودالیا جون میکنن تا اینا طبقه طبقه میره بالا. بابت حرفای اون روزم شرمندم آقا جون. دشمنت شرمنده باشه، هنوز تو مونسه یه عمر زندگی چیزی نیست که تو بقالی پیدا بشه. اگه گرفتارشی مردونه پاش واستا، دلتو یه دله کن. میترسم یه دفعه بشه مثل این قلب سنگ. پس با اجازت آقا جمعه چند تا عکس ازتون بگیر. از من؟ براش میبریم که این نقطه اوج نداره، این کادرش اینطوریه. بچه شما همین رو ندیدین؟ نه اونهاش داره میره. چطوری؟ سلام علیکم. آره بد نیستم، مرسی. چه خبرا؟ همین سوار شدی دیگه؟ بله.
من باید باید حرف بزنم. بگو میشنوم. آخه اینجا من الان کار دارم، اگه میخوای چیزی بگی زود بگو، میخوام برم. باشه. ببین من مثل تو بلد نیستم بهونه یلکی به تراشم. اومدم بهت بگم از عکسات، از ادای روشن فکریت، از سوپرمن بازیات، از همش خوشم میاد. حالا چی میگی؟ ببین من دارم از گشنگی میمیرم، تو چی؟ یه رستوران خوبی دور و بر میشناسی؟ آره بابا، برو بریم. آره بریم. بریم. یه هفته بهت فرصت میدم. حالی نبه، میدونم عکسی در کار نیست، همشون از بین رفتن. من چرا آبی نباشم وقتی دریا تو چشاته؟ چرا آفتابی نباشم وقتی عشق رنگ صداته؟ من چرا آبی نباشم وقتی دریا تو چشاته؟ چرا آفتابی نباشم وقتی بهش؟ خدا عاقبت تو به خیر کنه مادر. چطوره؟ بچگیمون یادته رفته بودیم بالا این درخت توت، شرط بسته بودیم هرکی زودتر بپره. تو پریدی. یادش بخیر. میخواستم از رویا کم نگرم، یادته؟ بهم گفتی بپر، پایین نگاه نکن، بپر. چقدرم که تو حرف گوش کردی. اگه زد و رفتی اون بالا مالا ها، هیچ وقت پایین نگاه نکن امیر، هیچ وقت، چون دیگه نمیتونی بپری. تو باز چه شده شاید؟ تو اینجای خوب دورو برای تو نگاه کن ببین. منو بچگی این پشت بوم کشکه، این عکس آشغاله، هرچی اینجا سفنگه. این پایین تالمون به برج ریق امیر. اگه رفتی خر معرفت بازی نشو، برو زندگی کن. برو وایسا من بیا. بیا. ای صاحب فال، بدان که بدخواه و تنگ نظر در اطرافت بسیار داری. پس به خداوند پناه ببر از شر دشمنان نیم سیرت و هرگز از عدالت خداوند غافل مباد. جاودانگی داره براشون، فکر میکنن تو عکسا تا ابد زنده میمونه. راست میگی. بده دونه تو. واسه چی؟ بده، میخوام جاودانت کنم. اون ولده زن من میشی.
چیه؟ بابات موبایلش رو جا گذاشته؟ حتما میخوام ببینم این بود اون عزت آبرو داری که میگفتی؟ این بود ترس از حرف مردم؟ تو دخالت نکن. یه عمر با این حرفا زندگی کردی، مراعاتش رو کردی، اینم مزد دستت. خیلی ساده ای ماما. برو برو حاضرشو. قبل ازدواج ما پدرت ازدواج دیگه ای داشت، پری، همون کسی که صداشو از پیغامگیر گوشی پدرت شنیدی. وقتی فهمید بچه دار نمیشه با اصرار از پدرت جدا شد. بابا منو میبخشین؟ میگم بابا ای کاش میذاشتین من پیشتون بمونم. نه برو مراقب مادرت باش، اینجوری خیالم راحت تره. در مورد اون پسره دوستش داری؟ اولین عشق، فقط خدا کنه درست انتخاب کرده باشی. از بابا عذرخواهی کردم. راستش خواستم یه حقیقتی رو بهتون بگم ولی نتونستم. نمیدونم چرا، شاید ترس از آبرو. در مورد چی؟ در مورد من و امیر. چیزی شده؟ نگران نباشیم، امیر من از یه دردسر بزرگ نجات داد. اتفاقی افتاده؟ یه روز من و نغمه با هم وقت بودیم. من دارم بهت میگم، تو مطمئن با بعدم با صحبت میکنم. سلام آقای مهندس. سلام. من بفرمی اینم امانتی شما. چکه خسن انجام کار دیر نمیشد آقای مهندس، ضمناً من الان جایی دیگه مشغول کارم. میدونم، ولی خب من میخواستم. میدونم برای چی منو احضار کردین. درسته، من پدر اون دانشجو هم، امیر کریمی پسر منه. ولی همون جور که به من اعتماد دارین آقای مهندس، به پسر منم بعد اعتماد داشته باشه. پسر خوبیه، کاریه، اهل زندگیه. سلام. سلام امیر. خوبی؟ آره خوبی. الان خوف کردی ماشینو؟ نه باز گذاشتم این ببره. تو مواظب خودت باش. کاری نداری؟ نه من کلاسم تموم شد میام دنبالت. باشه. خدا سلام علیکم. مبارکه. چی میشه که ایو فارین؟ ای بابا شما که خودتون صاحب مجلسین. سوار شو تا یه جایی میرسیم. سوار شو دیگه، ناز نکن. باش. خب توجه کنی، موضوعی که میخوام مطرح بکنم در رابطه با انتخاب پایان نامه هاتونه. جهنم خوش آمدید، بازی آغاز میشه. موضوع پایان نامه رو خیلی دقت کنید. اگر موضوعی که انتخاب میکنید اونی باشه که دوست داشته باشید و خب اینم مترو. ای بابا بقیهش رو خودت باید بریم.
نگو که اومده بودی اینجا فقط منو برسونی. من باید ازت خداحافظی کنم. همین روزا دارم میرم. میری؟ کجا؟ ترکیه. یه شرکت اونجاست که لوازم خونگی داره. میشناسیمش، تو کارهای لوازم خونگی اینجور چیز هست. به همین راحتی؟ شاهین چی میشه؟ بعد مگه تو نمیگفتی خونه آرزوهاتونو خریدی؟ شاهین تو رو داره، انگار که همه دنیا رو داره. فقط میمونه اون خونه که باید سندشو به نامش کنم. شوخیت گرفته؟ اینم کادوی خداحافظی، یادگاری های بچگی هم. آخه شعره که تو دفتر نقاشیم نوشتی، تیله ها، اون عروسکه که از چوب بستنی ساخته بودی، همش اینجاست. میخوای ببینیشون؟ آره. ای وای ببخشید الان یه چیزی پیدا میکنم بریزی توشون. آخه خوب شد نش احمق با شاهین بازی میکرد. زود بزرگ شدیم. این کاغذ رو بده به شاهین وقتی من رفتم. باشه. چی هست؟ همش سفیده که خودش میدونه چیه. شما دوتا دیوونه ایدا اومدی با یه همچین خبری، توقع داری من چی بگم الان؟ هیچ، بگو خداحافظ، برو قدمات. مارک دارم که هستی؟ اون چیه رو بازوت؟ الو الو رویا گوشیو بردار، گوشیو بردار. ببین من میخوام بدونم این ساکو تو از کجا آوردی، این کیسه خریدو. نگرانتم، سری به من یه زنگ بزن تو خدا. عشقای کور نمیخوام، چیزی با زور نمیخوام. وقتی نزدیک نمیشی تو رو از دور نمیخوام. آقا امروی کلا باشمه از کجا خریدی؟ من با عنوان صاحبکارم گرفتم، با هم بمیدوری بزنیم. چیه؟ عاشق دلباخته؟ تو این سو کف اون دختری؟ شاهین تو رو داره، انگار که همه دنیا رو داره. باشه، تو بگی برمیگردم. چطور نفهمیدم؟ چطور نفهمیدم؟ رویا! 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 به کی میشه اعتماد کرد؟ اومدم به شریکم سر بزنم. من با توی شراکتی ندارم. کجا سرت انداختی پایین همینجوری میری؟ اینجا با اتاقای پروبه اشتباه گرفتی آقا. از ما کشتی هم که داری؟ چه بی خبر؟ میگفتی بیام حمالی؟ اسباب کشی چیه؟ من فقط دارم تغییر دکوراسیون میدم، همین. حالا زوده خانوم، بذار این بچه درسش تموم بشه. تو چرا اینقدر داری عجله میکنی؟ بهونه نیار، خودت میدونی که اصلا ببینم، تو اصلا میدونی پسر کیه؟ چیه؟ نمیدونی که؟ خب بذار بیان آشنا. نمیخواد، من خودم تعطوی قضیه رو در آوردم. پدر پسر تو پروژه ولنجک کارگر خودم بوده، راننده لودره.
ازشون بدی نشنیدم. ولی خانم این دختره کلش داغه، ناز نازیه، دو روز بیشتر دوام نمیداره. حالا اگه یه جلسه بیان بشینن و برن، آسمون به زمین میاد. احسن جان، تو که میدونی من این روزا چقدر گرفتارم. باشه برای بعد خانم، فکر حال و روز فرم باش. ها؟ خداحافظ. به سلامت. چرا اینجا نشستی؟ چرا غور شدی؟ چته؟ همه چیز زیر سر رویا بوده شاهین. چرا جمله از دستتش میگی؟ چی زیر سر رویا بوده؟ رویا با فرید هم دسته، باید ببینمش، باید پیداش کنم. یه خط و ربطی ازش دارم، ولی مال خیلی قدیمه. بچی اومدی؟ من و تو سر خیلی خراب شدیم، بی درد سر عکسا رو دادیم و کلی هم پول گرفتیم، ولی سر این عاشق بازی تو من کلی ضرر دادم. کپی عکساشو میخوام. کپی؟ ندارم. البته که داری، تو اون لپتاپه. داشته باشم من به تو نمیدم. پشت کی وایستادی؟ پسره که فروختت. تو چی میفهمی معنی دوست داشتن چیه؟ از همون لحظه اول که دیدمت عاشقت شدم. وای بسته دیگه. باور نمی کنی؟ خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. خسته شدم از این قصه های عاشقانت. سند خونه بابای من کجاست؟ چی کارش کردی؟ قرار نبود خونه زیر پونه زیر منو مال خودت کنی، درسته؟ اون خونه آرزوی من و شاهین بود، میفهمی؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟ همه کاری کردم به این شرط که همه فکرت بشه من، ولی تو همه چی رو خراب کردی. این باید خراب شه تا همه چیز درست بشه. بده من لپتاپو. بیا جلو میزنم فریدا. کتککاری و ضرر و هزینه و بدبختیش مال من بود. کسی هم که از تو خبری نداره. الان هم که یواشکی داری میزنی به چاک. من میمونم و یه عالمه لاشخور. چرا نمیفهمی؟ من دیگه نمیتونم. آروم باش. من همه چی رو ندید میگیرم رویا. این جماعت تا خرخره تو پولن. قصه چی رو میخوری؟ بده من لپتاپو. من سندو میفرستم برای شاهین. بده من لپتاپو. چی شد؟ همینجاست؟ آره، درش هم بازه. بیا رویا، رویا، رویا. رویا شاهین، رویا، رویا چی شده؟ چی کار کردی با خودت؟ شاهین، شاهین، یادته قول داده بودی خلبان میشی، منو با خودت میبری، وقتشه.
گردون برم گردون به اون خونه که عشقش مثل عشق تو دوای این پریشونه. شاهین ای وای الو شاهی کجایی؟ میگم برای چی ول کردی رفتی؟ کجایی؟ آخر خطم بابا. رویا رویا چیزی برای از دست دادن نداشت، راحت شد. منم همین راهو میرم. تو همه چی من بودی، ولی من هیچی. امیر هیچی. اینا چیه میگه شاهین؟ الان کجایی؟ یه کاغذ داد به من. میدونم توش چی نوشته. سفید، اصلا چیزی روش ننوشته. بازی بچگی من رویاست. بماند. شاهین الان کجایی؟ ها؟ فرصت شد میگم. فرصت یعنی چه؟ الان کجایی؟ امیر خدافظ. ببین مثل خواهرت چموشی اومدی انتقام خواهرتو ازم بگیری؟ نه، اومدم حقم بگیرم. این حق منه. حق تو.
عشقت با من هر جا هر دم وقتی نیستی سوزم سردم شدیم اون خوابی که همش میدیدی شدیم اون خوابی که ازش ترسیدی هرچی داد زدم که بیدارت کنم صدامو مثل لالایی شنیدی عشقت با من هر جا هر دم وقتی نیستی سوزم سردم شک بیاد ما را خواب بیبره سیل غم میاد ما را آب بیبره وقتی شک هست بدیا گنده میشن مرگ خنده است دردامون زنده میشن گفتم به تو هستی هم درد میخوای برو میخوای برگرد گفتم به تو هستی هم درد میخوای برو میخوای برگرد علیه زنان در جامعه میپردازد بریم دوف این برای ها چه ما شما رو از این دیالوگ دوربین حرکت هر چی بهش میگی انگار نه انگار این بچه اصلا یک سر سوزن احساس مسئولیت سرش نمیشه چه کار کرده طفل معصوم آخه خانوم الان وقت اومدنه جوونه انقدر نزن تو ذوقش عظم اون پسره رو لیلی به لالاش گذاشتی رفت اونور دنیا موندگار شد حداقل این دختره رو لوسش نکن
خودم با شرف میزنم. حالا گلگاه زمانی خود رو برد بیارم. ای بگو گلگاف عزم بیرون پرم گرگه گرگ. خیلی خوب قبول، ولی با داده بیداد که نمیشه جوان بزرگ کرد. میشه چی کار کردن کنم این جمعه؟ ملکه جده خوب بگو ملکه جده خوبه خب ببینی بگو اون شاکشوتی بود این یکی به گفته بوده برای اتاق نصف میشه روی یه سری مانکن نصف میشه تزئین میشه با چیزای مختلف با پر و نگیر و مرمانی و اینجا و تو اتاق نغمه نصف میشه و نغمه صورتش اینجوری میذاره و در اینجا و در اینجا دیده نمیشه اینو بذارم صورت هایت نشون بدیم نه نه خب اینجا خوشو زنگ زدی انقدر خوشگل چه گریه میکنی شونه های مادرم بیار نه 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 شما اطلاع نه خب پس یا خانم مقالی بیار من دیگه من هم چش خوبه بله آیا ایسان بریم تم دیگه بریم بریم مامان من کلاس دارم چرا من دیگه باش 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 این هم شده باش بلند نمیشه نه 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 از کار رو میره سکوت صدا دوربین حرکت من چرا آبی نباشم وقتی دریا تو چشاته چرا آفتابی نباشم وقتی عشق رنگ صداته من چرا آبی نباشم وقتی دریا تو چشاته چرا آفتابی نباشم وقتی عشق Thank you.
بریم یه دونه دیگه بریم این دیواره بذاریم اینجا. آقای بارانی اون چراغ عقبیه باید روشن باشه، چراغ خاموش چراغ ایستا هست. الو بابا، بابا من دم درم دارم دنبال ریموت میگردم. به خدا من نغمه کتاب خونه بوده، کتاب خونه هم که نمیشه موبایل بود. الو دیگه حرکت کرد چون برسه خلو بچین هاشم اینا رو تقسیم بر سه کن. آقا شما رو اومدین اینجا بسا من که اشاره می‌کنم به هر کسی که گفتم من چه گناهی کردم؟ تو منو بردی اون مغازه، تو گفتی حراجه، تو اصرار کردی مگه نه؟ آره من گفتم، ولی کف دستمو که بو نکرده بودم. رفتم شوی لباسی، خانم شیک پوش گفت من لباسمو از این مغازه میخرم. کارت ویزیت مغازه رو داد، گفت تخفیفم میده. منم اومدم به تو گفتم. کی بود؟ چه شکلی بود؟ یادم نیست چه شکلی بود. تو که میدونی من عاشق لباسم. برای من چه نفعی داره که بخوام؟ آخه چرا فقط من؟ از کجا بدونم؟ نفهمیدی چی میخواد؟ کی بود؟ ببین من فقط میدونم این آدم هر کی که هست از همه زندگی من خبر داره، حتی میدونه که من الان کلاس دارم. ببین نغمه اگه بابام بفهمه منو میکشه. یاسی اینو میگیرم شما باز خالی میکنیم و پشت بیارم. برو برو یه دفعه بریم. نه برو 3-2-1 برو. تو راحت کار خودت رو بکن، بازی نکن. 3-2-1 برو. باید ببینیش. باید ببینیش. بذار ببینم. ببینم. آره ببینیش. ببینیش. همه سبب شده. فرمشی مرد اصلا نمیرسه. کدوم در؟ نه همه دیگه اینقدر. حرکت. بیاد 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 میخوای گیر کن؟ من بیام که جا از من توب بکشم بیا بیا اینو به تو باز کنم یا بیرون توب به تو باز کنم عشنگ گیر کنی همین خوبی؟ سکوت حرکت چاپ
پامه بعد دوربینه پشتش هست بعد تو کاره اتفاقی رو میخوام ببینم این بی حیا دوربینا رو کجا کار گذاشتن. همین که دم درکی نکن دیگه. دو نده. همونجا فقط نگاه. از که دادم دیگه. بس بگیه. که در خدا این این سی پلان اینجا. اینجا بزنه. شک نکنید که این سه چهار تا انگوش رو منهدم میزنه. این سینه پیداش کنید. جمعش کنید. بریم بیاره حالت خوب بگیر تو این بابا اینو میاره از جلو بگیرم نه همینجوری حسین بیا اینجا خلاص پاداش رو حسن انجام میکنم. اما آقای امیری یه مطلبی رو میخواستم بگم. آقای مهندس چه که حسن انجام کار دیر نمیشد؟ من اخوان چه دیگه نشده؟ اگه اینو میگیم پس دیگه ببین نه اینو نمیخواد.
من جای دیر نمیشد جای دیگه مشغولم. حالا میگی ولی من آخه حالا بگو. این خدمت شما. آره. چه که اصلا انجام میکنم؟ دیر نمیشد آقای مهندس. زمین من الان جای دیگه مشغولم. اون که درسته. اما من میخواستم راجع به آقای مهندس. من میدونم شما برای چی من نمیزه. اینجا میریم دانشجو. این خوبه؟ این هم در اومد دیگه. آره؟ آره این تلفن هم خوبه. از تایی کار داریم. تایی کار من حرفی ندارم بزنیم. اصلا نقطه شروع حرف ما در باشک شروع شد. زیاده گویی میخواستی باشه بهتری بشن. صدا زده که این چکو به این بده. یه جور تحمی بشه دیگه. من دارم بهت میگم تو مطمئن با بعدم با صحبت میکنم. سلام آقای مهندس. سلام. من بفرمی اینم امانتی شما. چکه خوصن انجام کار دیر نمیشد آقای مهندس. ضمناً من الان جایی دیگه مشغول کارم. میدونم ولی خب من میخواستم میدونم برای چی منو احضار کردین. درسته من پدر اون دانشجو هم. بدنش خوش نماد بدن. باید کاملا بزرش. دیگه ما الان چیم که کامل هم. باید این رو سرت باشه. موقع که دوبی میرسه بالا. نبینیم. پاچه رو سرتون باشه. ولی دستتون آره. اینجا الان بازی کامل. دستش باید بیاد عقبتر جلوتر. باید در عقبتر. ببین عقبتر دسته. بزنم برو اون برزم. دستاتون. بزنم خوی نقبتر. بزنم عقبتر. بیا. خوبه. زنگ فروی ترش کن بجا. از اون طرف خوبی کنی. از ما برو. نه این فکر شد که بسه قبل فروش کرده. اینه تا آخر دارم. دو تا خدمات پس از فروش میریزه. درسته یکی هست که خیلی دوست داره از همه کارا سر در بیاره. هر چقدر که نتونی ببین اینجا میخواد بزن به تردید بندازی شک بندازی که از امیر نسبت به امیر شک رو بکنه بعدش بیرن بعد یه جوری بگی که مرموزانه بگی در زم یکی هست که خیلی دوست داره از همه کارات سر در بیاره این نباید جدی خیلی بگی در زم یکی هست که خیلی دوست داره در زم یکی هم هست که خیلی از کارات دوست داره سر در بیاره در زم چه اینجوری به کیش بود؟ خدا Thank you.
تو هم مثل خواهرت چموشی اومدی انتقام خواهرت رو بگیری؟ نه اومدم حقم رو بگیرم این حق منه حق تو خط بچه ها لنز هشت و پنج یه بازم همونی نه بزنی زده ماما ببین یه تمرین بریم سه دو حرکت آیا از آماده شما سه نداریم توربین رفت حرکت بابا آقا ادامه بازی باید داشته باشید رفتیم دیگه نه بابا باید مکس کردی مکس کردی ها بعد رفت من تو بازی میدهیم سه دو فرمه اشنگیش بینه من میده بچه مکس کردم یه لحظه دقیقا ما خواستم همون جایی که دوربین چون نگران اون نباشه چون گفته بودی جاش کرده و هوایی اون باید دوربین مسیر باید بزنه جاودانگی داره براشون فکر میکنم تو عکس تا ابد زنده میمونه راست میگی بده دوربین تو واسه چی؟ بده میخوام جاودانت کنم اون بره نه زن من میشی یه ده بشینیم آره آره
صدا من تو کانتر بیا 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 برو تو دوستان سو برو عطار زل کار گرفته نه من باش دوستان دلش برم گردون برم گردون برم گردون به اون خونه که عشقش مثل عشق تو دوای این پریشونه نمیخواییم بزنیم که اون میگه من برم چی؟ رفته دیگه چیز تایی اون پلانه تایی اون پلانه پسر تایی همین اینه حیات رو داریم میگی؟ آره اون بالا سر میده همین اینجا رفته دورا همین دوره نمیخواییم نمیخواییم بگر داشته بودم چون هرم بفهم خواهی تو هم چیزه همین دیگه همین دیگه همین دیگه اینجا دیالوگ چی میگه نه؟ اگه بابا ببینم نه اگه با ببینم پسر خوبیه که ببینم نه میتونی چکار کنی؟ پسر خوبیه که تریه پسر خوبیه که اگه تصدیر زکن بزنی یعنی صدای اینو بگیر کم ترشی سیدش فقط میاد که داده اون حرف رو میدن دیگه چه به من شما نمیرسه یا بی دوتایی کار کنی اینجا ازش هم اسم میشه گرفتارم خب میخوای من عکس بگیرم از رفته اونو بزنم نه اصلا حرفش نیست خب میخوای تو عکس بگیر من که فلان حالا از هرچی عکس به هم میخوره ببخشید راستی کتاب بار اصلی خوندی؟ آره تا صفحه پنجش قراره وقت تمام کرد بده منم بخونم این دیگه چیه؟ یه هدیه ناقا بده گفتم شاید دلتون نخواد بعضی چیزها رو خانوادتون ببینید الو الو تو هم هی جفت ها بیا وسط حرف رو بود باشه 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 اومده خب نه خب اول باری که بگیرم ببینی باشه مدام حالا تو هم بگیرم ببینید امیر امیر اول و آخر توی گیتار این افکت هستش و وقتی که موسیقی شکلشو کامل میگیره دیگه این افکت نیست با دانتا تو آره دانتا ولی خیلی حسش من دوست دارم مثلا قسمت برو برگردش عالیه من فرصتم خوبه تحریرش رو من نمیخواستی قسمت بعد بدی ها؟ نه تحریرش اینجا داشتش آره ولی خیلی حرکت خوبیه ها اون حرکت هایی بتونی بکنی خیلی عالیه کدومو؟ همین که همشه میزدی میخوای بشنویش؟ من روز بشنویش میسی
نیستی. این کار اگر به تیرو خود نیستی. آها بیا فقط اون کله نیستی. آها همینه. هر دم وقتی نیستی حسش خوب نیست هر دم وقتی نیستی سوزم سردم شدیم اون خوابی که همش میده شدیم اون خوابی که ازش ترسیده هرچی داد زدم که بیدارت کنم صدام ها مثل نادایی شدی عشقت با من هر جا هر دم وقتی نیستی سوزم سردم وقتی شک بیاد ما را خواب میبرم سیل غم میاد ما را ماه میبرم وقتی شک هست بدی ها گنده میشن مرگ خنده از سردامون زنده میشن تو رو ولش نکن تو رو نگهدار میگه به تو گفتم به تو رو قطع میکن این تو آها نگهدار زنه میخواد برگرد گفتم به تو هستی هم درد میخوای برام میخوای برگرد